بچه ها سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه بر دیل پی هستم خوش اومدید به پارت چهاردهم بازی استریم لایف سیمولیتور دمتون گرم از پارت قبلیش استقبال فوق العاده کردیم به خاطر همین پارت چهاردهم هم گیم پلی میذاریم بچه یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید بیاید ویدیو ها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرامم توی دیسکریپشن این پست براتون نوشتم. از این به بعد قراره که یه سری از بازیایی که شما خیلی خوشتون میاد و لینک دانلودش رو تو تلگرام براتون بذارم پس حتما حتما اونجا هم جوین بشید یه نوشته هم بگم به بچههایی که جدیدا وارد کانال شدن و دوست دارن که کانال رو سابسکرایب داشته باشن حتما حتما اول یه دونه کامنت انگلیسی بذارید بعد پروفایلتون هم عکسدار بکنید که ربات تشخیص داده نشید از طرف یوتیوب و سابتون نپره بدون معطلی بریم سراغ پارت 14 خب دوباره طبق معمول از اول که میایم تو بازی باید بریم یه غذا بخوریم البته این دفعه استثنا انرژیمون اوکیه ولی دستشویی رو فکر کنم باید برم اونم اوکیه حتی چقدر عجیب هیچ نیازی امروز ندارم من واقعا فوق العاده است این تجربه رو نداشتم خب یه پیشنهادم میکنم به بچههایی که جدیدا دارن این گیم پلی رو میبینن بچا حتما حتما اول برید از اول این گیم پلی ها رو ببینید که بفهمید داستان بازی چی بود اینجوری که الان یه دفعه بیاد پارت 14 تماشا کنید خیلی بازی براتون بیمزه میشه حالا اگه حوصله نداشتید از پورت یکم برید ببینید مثلا از 4 5 تا پورت قبلی ببینید که بیاید تو ماجرای بازی خب امروز یه چند تا کار خیلی خفن میخوام بکنم که سورپرایز ذره واسهتون میخوام برم حتما یه دونه ماشین بخرم ولی قبل اینکه بریم ماشین رو بخریم باید چند تا کار انجام بدم تو سیستم آها راستی یه چیزی و یادم رفت بهتون نشون بدم ببین اینجا چه خبره به جز این اتاق خفن پر از ماینری که این طرف ساختم و دیگه اصلا یه ذره جام نداره برای ماینر گذاشتن بذار این درو ببندم قشنگ بهتون نشون بدم چه خبره اینجا ببین چقدر ماینر اینجاست اصلا یه دونه ماینر دیگه هم نمیشه گذاشت حتی اینجا هم دیگه ماینر نمیتونستم بس کنم بجز این اتاق که قبلا هم دیده بودین البته یه چند تا ماینر دیگه هم اضافه شده بود اینجا مجبور شدم بیام توی دستشویی همومم هم, دیگه ماینر بزنم چون جا نمیشد واقعا ولی فعلا دیگه بیشتر از این اصلا نمیتونم ماینر بگیرم ماکسیمم هم 100 تا بود تا یکی دیگه از اسکیلا رو باز کنم فکر کنم نهایتا 120 تا ماینر بشه واس کرد دیگه این دیوارم پر ماینر بکنم دیگه تموم هستن ماینری دیگه بهمون نمیفروشن خب بریم سراغ سیستممون ببینیم چیکار میتونیم بکنیم امروز یکی از بچه هم گفتش که مانیتور دوم بخر من مانیتور دوم رو گرفتم ولی یکیشون فقط وصل میشه دو تا مانیتور رو همزمان اصلا نمیتونی وصل کنی یه چیزی هم پرسیده بودم راجع به این پاور سوپلای هایی که اینجا میذارن یکی گفتش که پاور سوپلای بعد بذاری بغل کیس کامپیوتر دقیقا درست گفتی تو هم دمت گرم مثل اینکه به برق کیس خیلی کمک میکنه حالا بذار سیستم رو روشن کنیم فعلا ببینیم چه خبره ولی مانیتور مین من این مانیتوره بود این یکی مانیتوره رو رفتم خونه قبلی آوردم چون اصلا سیستم اون طرف روشن نمیشه انگار که فقط یه دونه کامپیوتر رو میتونی روشن کنی اینو که گذاشتمش این طرف اون یکی قطع شد اصلا نمیدونم چرا دیگه کار نمیکنه اصلا خب حالا واسه ما زیاد فرقی نداره ممکنه ذره تاثیر تو تصویر فیس کممون فقط داشته باشه و خیلی مهم نیست این هم یه ذره سرش اومده این جلو چقدر باحال اصلا فکر نمیکردم جزئیاتش انقدر زیاد باشه خب طبق معمول اول استریم رو باز میکنیم با کد 8265 همه تو کامنت ها بنویسید 65 تو یکی از خیلی قدیمی اینو گفته بودم فکر کنم پورت چهارمی بود که از این بازی گیم پلی گذاشته بودم اون موقع کدم یه چیز دیگه بود اینو همینجوری تو ویدیو گفتم دیدم این کد پر شده تو کامنتا زیر ویدیو اصلا باورم نمیشد دمتون گرم خیلی خوب دارید از این بازی حمایت میکنید اگه حمایت این ویدیو همینجوری باشه این بازی رو تا آخر آخرش میریم یعنی تا جایی که دیگه واقعا هیچ کاری نشه انجام داد این بازی هم که تمام بشه یه سورپرایز دیگه بعد از این بازی واسه دارم که اونم خیلی بازی باحالیه البته یه چیزایشو قبلا دیدید ولی این چیزی که میخوام بعدا نشونتون بدمو ندیدید خب بیتریت هم میذاریم روی 8000 که استریم رو با کیفیت فوق العاده به بچه نشون بدیم و اونجایی که نمیخوام زیاد استریم کنم میخوام ویورا رو زیاد گول نزنم بگم اینجا الان گیم داریم مثلا بیاد گیم و تماشا کنید میذارم رو همون جاست چتینگ بعضی موقع میام باهاشون صحبت میکنم مودریتورها هم هستن باهاشون حرف میزنن خود بچهای جوری سر خودشونو گرم کنن دیگه مانیتور دومی که آوردم زیاد جا نداشتم روی میزم مجبور بدم یه ذره چیزایی رو جابجا کنم فیس کم هم خیلی جاش بد شد الان پامم معلومه با شلوارک تو استریم خیلی زایاست اینم حتما باید جاش رو درست کنم خب یه سر اول بریم تو کریپتو ببینیم امروز چقدر ماین کردیم 1340 تا فوق است اون گوشه هم یه نگاه بندازید ببینید چقدر الان پول دارم البته 7 8 هزار دلار دیگه هم یه جای دیگه دارم اینا رو هم بفروشیم که اضافه بشه پولمون رو بتونیم بریم یه خرید خیال راحت بکنیم دیگه استرس چیزی رو نداشته باشیم که پول کم میاری. و اینا همیشه دوست دارم که به اندازه کافی پول داشته باشم نمیدونم هنوز دقیقا که برای ماشین خریدن تمام پولمون باید نقد باشه تو کیف پول یا اینکه با کارت هم میشه خرید حالا اینم میریم تست میکنیم حتما فقط قبل از اینکه بریم ماشین رو بخریم من چند تا کار مهم باید اینجا انجام بدم یکی اینکه چند تا غذا بریم بگیریم این بنده خدا دوباره گرسنه‌ش میشه و میخواد قور بزنه این حوصله ندارم همین چهار پنجم هم کافیه چند تا غذا هم برای گربه بگیرم این بیچاره رو دیگه نمیذارم بمیره سه تا قامز دالا کشتم تو این بازی ولی یه دونه گربه هنوز نمرده ببین چقدر گربه به صرف است البته من خودم شدیدا طرفدار سگم و تفاهم نشه اصلا ولی تو این بازی واقعا گربهش خیلی بیشتر حال میده چهار تا غذا هم برای این بنده خدا میگیرم این مزاحمتات چقدر داره ایجاد میشه واسه من هر کاری میام تو استریم انجام بدم یه پیغامی میاد اون بالا نمیذاره راحت کارام بکنم بابا دست سر من دیگه. یه چیز خیلی باحال دیگه که این بازی داره اسکرچه میتونی هر روز با مثلا مثلا 100 دلار 150 دلار شانس تو امتحان کنی ببینیم میتونی چیزی برنده بشی یا نه من تا حالا کلی 5000 دلاری بردم میای تو اسکرچ اینو بعد بتراشی هر کدوم ستایی در بیاد بردی یا الان با 50 دلار 100 دلار بردم ایزی یه بار دیگه تست میکنیم امیدوارم که یه پنکا توش در بیاد اینکه هیچی توش نبود یه دونه دیگه 50 دلار پول خودشو بهم برگردون فقط یه پنکایی بده میخوام بریم ماشین بخریم دیگه بابا یه کمکی هم شما بکنید بچه‌ها هم دونیتا رو بتره کنید و 5 کا برنده میشه این بازی کن من واقعا توی بازی های استریمری آدم خوشانسیم... اگه استریمر دیلی هم یادتون باشه اونجا هم کلی لاتاری ماتاری میزدم می, زدم می بردم. یه یکا کادوکایی پنجکایی چیز دیگه هم بده حال کنیم دیگه صد دلاریش هم حالا بد نیست خب یه کم خیالمون رو راحت تر کرد واسه خرید ماشینه البته امروز خیلی ماشین گرونی نمیخوام بخرم یه ماشین نسبتا اوکی میخرم یه هم باز خوبه بابا با دمتون گرد آره داشتم میگفتم یه ماشین یه ذره بهتر از این ماشین خودم میخرم فعلا که خیلی پولم تمام نشه چون کارهای دیگه هم دارم که حتما باید انجامشون بدم خب دیگه امروز ریسک بیشتر از این نمیتونیم بکنیم بازی نمیتونیم بکنیم هیچی بذار ببینم چه کارهای دیگه میتونم انجام بدم میتونیم یه سرم بریم توی زامازور ببینم مثلا برای بعدن چون این اتاقم که تقریبا تکمیل شده دیگه چیزی نیاز نداره اگه بخوام چیزی اضافه کنم بعدن توی خونم حتما یه دونه تلویزیون و کنسول میخوام الان که فعلا اصلا نمیخوام پول خرج کنم واسه اینا ولی حتما میگیرم یه دونه کیس کامپیوتر خیلی قوی تر از این میخوام البته چیزایی که تو این کیس کامپیوترم هستم بد نیست نسبتا سیستم هم سیستم هم اوکیه ولی خب چیز قوی هم نیستش خیلی یه سیستم خیلی قوی جمع میکنم یه دوربین خیلی خفن میگیرم البته دوربینی که الان دارم هم باز اوکیه پاور سوپلای هم که دارم وی هدست هم میتونیم نصب کنیم روی سیستم اون یه سری از بازی ها رو با وی میشه بازی کرد مثل اینکه البته ما نمیفهمیم ولی ویور ها انگار میفهمم. دیگه بقیهش میره تو اساس خونه موبلو. و دکوراسیون و شومینه و شلف و نمیدونم یه دونه ماشین لباسشویی و پنکه و نور و اینا باید بگیرم واسش بعدش که این کارا رو انجام دادیم میخوام چند تا چیز خیلی باحال دیگه بهتون نشون بدم این خونه که تکمیل بشه و تمام کاراشو انجام بدیم و فول بچینیمش دیگه نتونیم کار اضافه ای توش بکنیم میریم سراغ این یکی خونه یه سورپرایز دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم یه جای مخفی تو بازی که خیلی کار باحالی میشه کرد ولی اونو احتمالاً تو پارت بعدی بهتون نشون میدم به این پارت نمیکشید دیگه. ماینرم از اینجا اینکلود میکنم روشن بشه که خود کامپیوترم کار بکنه دیگه استریمو برای چی بس فکر کنم انرژی اون تموم شد آره دیگه انرژیم اومده پایین فعلا و نمیتونم استریم کنم دیگه بذار اینم میخوابه الان یه چرت میزنیم برمیگردیم بریم سراغ اون نمایشگاهیه ببینم میخواد چی بکنه تو پاچمون امروز واقعا مشتاقم ببینم میتونم ازش تخفیف بگیرم یه ذره چونه مونه باش بزنم یا نه خب انرژی اول استریمو بکنم و بریم سراغ اومده الان دم در همهشون به گند کشیده میشن بچه گربم نمیدونم کجا رفته دو سه روزه ندیدمش اصلا اینجا خب اول انرژیمون رو فول بکنیم چقدر این کم انرژی داد دادش بیستا که برای نوزاد اصلا به درد من نمیخوره این غذا رو هم جمع و جور میکنیم میبریم میذاریم توی یخچال که خراب نشن غذای بچه گربه از رو زمین وردارم بیارم بذارم این طرف اینجا محل غذای بچه گربه است من فقط غذای اونو میذارم این رو اون طرف که قرصام غذای خودمونم میذاریم توی یخچال دیگه بقیهش دیگه یخچالیه کنم این چند تا دونه که دمه در موندرم وردارم البته چند تا که یه دونه غذای گربه فقط مونده دیگه اینم میذارمش همین رو غذا رو میچینیم توی یخچال خیلی چیزای باحالی من تو ذهنم هست که نشونتون بدم هی این ور اون ور فقط ممکنه یادم بره چون تعدادشون خیلی زیاده و خیلی مختلفن بریم ببینیم میتونیم یه ماشین باحال لاسو پا بکنیم یا یارو خیلی میخواد گرون فروشی کنه خب بز اول تو نقشه این کاردیلره رو من پیداش بکنم ببینم کجا بود البته یه حدودن تو ذهنم هستا ولی برای اینکه دیگه وقتمون تلف نشه میخوام صاف برم بالا سرش ماشین خودم هم اصلا نمیبرم پیاده میرم که با اون برگردیم دیگه وای چقدر خوشحالم و ذوق دارم الان واسه ماشینه واقعا یکی از آرزوهام همیشه تو این بازی این بود که این ماشین باحال بخرم البته اینم بگم که الان با این تعداد ماینری که من دارم هر چند روز یه بار میتونم دیگه ماشین بخرم و خیلی چیز خاصی نیست خب فکر کنم برای شروع ماشین خریدن یه ماشین نس معمولیتر معمولی تر اوکی باشه یه دفعه چیز خیلی خفن رو نگیریم به خاطر اینکه پولم خیلی تمام میشه البته این مثلا دیگه خیلی داغونه واقعا با ماشین خودم زیاد فرقی نمیکنه اصلا حال نمیده اینو بخری چند هست یازده هزار دلار هم باید بدی به این اونا هم که خیلی گرونه این مثلا چنده اینم ماشین باحالیه اینم بیست و یک هزار دلار بالا قیمت خیلی بالا این 15000 هزار دلاریه فکر کنم خوب باشه هم رخش نسبتا جالبه هم از اون ماشین خودم خوب خیلی بهتره دیگه اینم که اصلا به دردم نمیخوره مگه اینکه برای سری از جابجایی سنگین بخرمش این صندوقش خیلی باید بزرگ باشه فکر کنم یه ردیف از صندوقای دیگه بزرگتره نه بذار چک بکنم ببینم فرق داره هیچ فرقی هم نداره پس این لگن آدم برای چی بیاد بخره این چیه به چه دردی میخوره خب بذار ببینیم با این یارو معامله‌مون میشه یا نه ماشینو بهمون میفروشه بده ببینم پول باید تو ولت باشه پولا رو نقد میخواد بذار ببینم از کجا میتونم پول نقد جور کنم الان دوباره باید منو ببره دم آبربانک یعنی توی ولتم هم پول ندارم دیگه همه پولم هم تو کارتمه باید برم دم آبربانک هیچ راهی نیست این میخواد دبه کنه دیگه من میشناسم این نمایشگاه یا رو آخه چی جوری هم؟ میدونم الان برگردم میگه 17 هزار دلار 2000 دلار میزنه روش دلیل اینکه یارو میگه من فقط نقد میگیرم و من که دیگه میدونم چیه اینا واسه تو چه فرقی میکنه یه لحظه دست که پوز تو بیار من کارت بکشم بره دیگه من برم 15 هزار دلار رو نقد بگیرم بیارم بدم به تو هشت بار من بعد اینجا کارت بکشم دو هزار تای دیگه دو هزار تای دیگه دو هزار تای دیگه دو هزار تای دیگه اسکل تا یا بابا بده بریم دیگه با کارت چه کاریه من بیام اینجا 15 هزار دلار رو نقد بگیرم که تو ماشین به من بدی اونم تازه نه یه ماشین خیلی خفن یه ماشین نسبتاً معمولی البته انصافاً از ماشینی که الان زیر پامه خیلی بهتره این ماشین بد لگنیه امیدوارم که فرق بکنه قشنگ با ماشین خودمون دیگه آقا مبارک باشه به 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 بذار اول یه چرخ کامل دورش بزنم رخ و ببینم بعد سوارشیم بریم دیگه آقا بشین بریم مبارک باشه ماشین جدید به 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 چقدر انصافا رخ توش به حالتره خیلی خوشگلتره از اون استارتو بزن ببینم خب صداش که همون صدای تراکتوریه که اون ماشین قبلیه میداد هیچ فرقی نمیکنه ولی راه رفتنش بهتر از اون. ماشین خوش دستریه فکر کنم یه ذره تندترم از اون را بره ولی بالتره بهتره واقعا از اون یکی ماشینه راضیم یه دستی بزه باش بکشم ببینم ترمزش هم خوب کار میکنه باری کلا اصلا ماشین خوش دستریه واقعا فرمونش اینا که خیلی فرق میکنه فقط کاش صداش هم یه ذره متفاوت بود دیگه یه صدای دیگه میداد مثلا این ماشین دوباره همون صدا رو نمیداد بزای دور باهاش بزنیم یه تست درایو ازش بگیریم ببینیم چجوریه داستانش کیلومترش هم دقیقا همون کیلومتر فقط اون کنسول وسط فرق میکنه و صندلی مندلی ها و اینا خلاصه که احساس بهتری دارم پشت فرمونه این واقعا اون خیلی داغون بود بذار ببینم به اوج سرعت که برسه مثلا چجوری میشه مثل اون از دست در میره یا نه هندلینگش از اون بهتره رو چمن ممن لیز میز میخوری نه به اون صورت اینش هم خیلی بهتره واقعا اون بد لگنی بود یا اول فصل بابا توفت تو ذاتت ماشین نورو زدی ترکون دیاجی ماشین همین الان هم نمایندگی اومده بیرون باگو ببین چمن از کف ماشین میاد تو اتاق خب تا اینجا که واقعا به نظرم باحالتر از اون ماشینه بود این خیلی باحالتره فقط یه چیزی او من الان نمیدونم اون ماشین قبلیم چی میشه اون میره یا اونم دارم اینم دارم اگه بخوای هر دفعه ماشین میخری ماشین قبلیت حذف بشه که خیلی چرته واقعا اصلا به درد نمیخوره بزا من خونه رو مارک کنم دوباره یادم رفت کجا بود خب بریم سمت خونه دیگه کم کم یه حرکت دیگه هم باید توی خونه بزنم شیرینی ماشینم به سری از دوستان باید بدم الان ماشین رو ببینن میگن بابا شیرینیش کوپ است نمیدونن که ما با هزار تا بدبختی اومدیم ماشین رو خریدیم دیگه چند وقت من دارم کار میکنم تو این بازی چهارده تا پارت ازش فقط گیم پلی گذاشتم و کلی خودم تنهایی بازی کردم تا تونستم ماشین رو بخرم خدا ماشین همون نمایندگی هم که اومد بیرون زدن ترکوندن دیگه همینجوری آبر پیاده میره زیر ماشین و پلیس یاد میکوبه بهمونو چشم چش ندارن ببینن من به موفقیتی رسیدم تو این بازی خب ماشین قبلی هم خدا رو شکر سر جاشه هستش شنوز اینم میبرم خیلی شیک پارک میکنم کنار این یکی کم کم دارم پولدار میشم دیگه بترسید از اون روزی که من سرمایه داره این بازی بشم رحم نمیکنم به هم این همینجوری همین جوری میخوام ماشینای لاکچری و خفن بچینم کنار هم دیگه کاش این لگنم از اینجا برمی داشت خب یه سر باید بریم بالا که چند تا کار ریز دیگه من باید انجام بدم انرژی منرژیم هم خیلی اوزاش خرابه الان باید اوکی بکنم اینا رو خوابم میاد به شدت چقدر رفتم سر و کله زدم با این یارو تا ماشین رو بهم بفروش و بحث کردم باش خب دو تا کران دیگه الان واسه باز شده میتونم یکی از آپشنایی که اینجا دارم هم آنلاک کنم به نظر خودم بهترین روشی که من اینا رو آنلاک کردم این بوده که از این بغل سمت چپ اومدم رفتم بالا که اول به ماینرا ما برسم یکی از بچه هم باز توی کامنتا پرسیده بود که من چند تا این اسکیلا رو باز کردم واسه ماینر اضافه ولی هنوز نمیتونم به ماینرام اضافه کنم و ماینر بیشتر بخرم منم هم دقیقا همینجوری بودم ولی به اینجا که برسی به این نقطه که برسی حالا تو بازی خودت ایکس رو بزن برو نگاه کن این یکی فکر کنم ماینر چهارم باشه اینو که باز کنی یه دفعه کلی ماینر به اضافه میکنه خیلی ماینرای بیشتری میتونی بخری حالا من برای اینکه زودتر به درآمد برسم تو این بازی و بتونم خیلی ماینرای بیشتری بخرم از این بغل رفتم بالا که زودتر برسم به این ماینر آخریه الان چیز قبلی که باز کردم این دست است که باعث میشه زودتر وسایل و ورداری بذاری تو کیفت آپشن بعدی که میخوام باز کنم این یکی دست است 1250 تا پول میخواد دو تا هم کران که باز میشه دیگه این یکی دست هم باز کردم بعدیش دوباره ماینره اینو اگه بازش کنم میتونم کلی ماینر دیگه دوباره اضافه کنم سه تا کران میخواد 5000 دلار هم پول بچا مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه اگه دوست داشتین که بازم این بازی رو ادامه بدم و بیشتر ازش گیم پلی بذارم واسهتون حتما حتما توی کامنت ها برام بنویسید تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم اول ویدیو گفتم میخوام اونجا چیکار کنم حتما حتما توی اون دوتا هم جوین بشید ضرر نمیکنید خیلی مراقب خودتون باشید خدا حافظ